داستان زن جوانی که با طفلش در سرک می ماند. نویسنده فرشته غنی، میزبان شما اجمل غفوری. با عرض سلام و درود خدمت همه شما عزیزان خوبان که شنونده چینل افغانستان ژورنال هستین. خرسند هستم که باز هم در خدمت قرار دارم. قبل از آغاز داستان لطف کرده چینل افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را هم فشار بدین. آغاز داستان. مادرم هیچ وقت به مکتب نرفته بود. وقت او در سن بود که باید تعلیم کنه، به کارهای سبک و سنگین خانه مصروف شد. قالین بافی یاد گرفت و صبح تا شام خسته و زله بود. شب وقت به خوابم می رفت و گفته مادر کلانم تمام شبام وقت می خوابید، ده خواب حرف می زد و ده مورد قالین بافی صحبت می کرد. مادر کلانم قسم می کرد وقت مادر ما یا سمین بیدارم می بود، همواره به این فکر بود که بیشتر قالین ببافه تا پول کمایی کنه. گرسنگی و فقر از خانه ما دور شوه و روز پولدار شویم. لباس زیبا داشته باشیم و مثل دخترای دیگه درس بخوانیم و هیچگاه غم یک لقمه نان بر سر ما نباشه. اما چی شد؟ یاسمین جوان شد. خانواده پولدار از شهر به خواستگاریش آمد. حمید پسر یک خانواده تقریبا پولدار بود. یاسمین را به خاطر زیبایی خاصی که داشت به نکای خود در آورد. حمید همیشه وقت به یاسمین گوش زد میکرد که گویا او بود که او را از زندگی فقر و بیچارگی نجات داد و همیشه باید مدیونش باشه. یاسمین قدری مهربانی حمید را دانست و همیشه وقت برش یک زن خوب شده بود. دهی خوبی خودش را کاملا فراموش کرده بود. مادر سه طفل شد. حمید اما قدر زنش را ندانست. همی که برادر کوچکم تولد شد و مادرم با یک حساسیت جلدی شدید مواجه شد، پدرم از او دلگیر شد. ای فقط چهره زیبای مادرم که پدرم اسیر خودش کرده دیگه در وجود مادرم هیچ چیزی را ندید و کوشش کرد دنبال زن دیگه بره. مادرم در هر لحظه زندگیش فداکاری کرد. از حق خود، از آرزوهای خودش گذشت تا بتانه بر شوهرش زندگی خوب بسازه. اما انگار خودگذری و فداکاری اصلا به درد جامعه نمیخوره. یادم است مادرم صورت زیبایی داشت. او پر از دانه های سرخ رنگ شده بود که به مرور زمان به لکه های سیاه رنگ در صورتش مبدل شد. دکترها دلیل کار را تغییر هورمونای بدن مادر می گفتن که به مرور زمان شاید بهتر می شد و یا بدتر. اما هرچی بود زندگی خانواده ما را به هم زد. مادرم او صورت زیبا را از دست داد و پدرم لطف و محبتش را فراموش کرد. آیسته آیسته بدخلقی و رفتار زشت پدرم زیادتر شد. به حدی که شبها به خانه نمی آمد. در جایی که کار میکرد عاشق منشی خود شده بود. منشیش کاملا نام داشت. دختری بود که سنش کمتر از 30 و بیشتر از 20 ساله بود. من یکی دو بار او را دیده بودم. هنوز وقتی بیماری دامنگیر مادرم نشده بود، پدرم دو دفعه مرا به دفتر کارش برد. او دختر را دیده بودم. کاملا در دفتر خریدارای زیاد داشت. زیبا بود. اما نه به زیبایی مادر عزیز من. مادرم زیباترین و شیرینترین زن دنیا بود. پدرم بعد از برقراری رابطه با کامله مادرم خیلی بد می دید. خواهرم که 2 سال کوچکتر از من بود خیلی حالش بد می شد. همیشه می رفت که مادرم از دست پدرم نجات بده. کوچک بود. چیزی از دستش ساخته نبود. یگانه چیزی که در بدل ای کار به دست می آورد چند سیلی بود که به صورتش برخورد می کرد. سر و صدای ما به حد زیاد شده بود که همسایه ها به خانه ما هجوم می آوردن. پدر و مادرم را آشتی می دادن و دوباره می رفتن. بعضی وقتا که همسایه ها کوشش نمی کردن در مسئله داخل خانه ما دخالت کنن، من خودم به خانه شان می رفتم. برشان آزار می کردم که کمک میکنن. مادرم را از دست پدرم نجات بدن. بعد از چند بار دخالت همسایه ها پدرم کمتر آرام گرفت. مام چون صنف 5 مکتب بودم، چندین روز از درسایم دور بودم. از این رو مادرم ازم خواست که دوباره به مکتب برم، چون پدرم دیگه لطو کوبش نمیکرد. ما به مکتب رفتم. دلم جمع شده بود. اما وقتی به خانه آمدم برادر و خواهرم گریه میکردن. با عجله داخل خانه شدم. مادرم در یک حالتی دیدم که کم بود قلبم استاد شود. به خون آلوده بود. زمین پر از رنگ خون بود. سرش شکسته بود. خواهرم می گفت که پدرم او را با چوب به سر و بدنش زد. زن همسایه ما خیلی مهربان بود. بازم من خانه اونا رفتم.
به او زن گفتم که با ما بیاید تا مادرم را به شفاخانه ببریم. ای بار دیگه وقت او زن آمد به ما گفت که باید به مادر کلان یا مامایت زنگ بزنی که وضعیت مادرت هیچ خوب نیست. ما وقت به مامایم زنگ زدیم خبر مرگ مادر کلانم به گوش ما رسید. زن همسایه گفت که به مادرت چیز نگو. مادرم را به شفاخانه بردیم. دکتر سرش بنداج بسته کرد و اما وقت زخمای بدن شدید با ما گفت که باید در این مورد به پلیس اطلاع داده شود. از مادرم پرسید که کی لتو کوبش کرده. مادرم گفت که هیچ کس، ما زینه افتادیم. این زینه افتادن بود که بعد از دو روز مادرم از شفاخانه مرخص شد. مامایم به خاطری که نمیتونست در موبایل کردیت اضافه کنه، نمیتونست که زود به ما زنگ بزنه، هر بار ما به او زنگ میزدیم. اونا در قریه به حالت شدید فقر روبرو بودن. به ندرت به خانه ما می آمدن. پدرم از کرده خودش پشیمان نبود. بازم هر قسم ظلم که می خواست به مادرم روا داشت. من نمی تانستم مداخله کنم. همی که می خواستم بین مادرم و پدرم صلح کنم، پدرم مرا می زد. مادرم حاضر بود انباق را هم بپذیره. بالاخره به پدرم کاملا اجازه ای را داد که زن دوم و سوم بگیره. فقط کافی است که در خانه بمانه و اولادای خود را کلان کنه. پدرم به زودترین فرصت با کامله ازدواج کرد. کامله و پدرم 10 سال تفاوت سنی داشتند. با این حال پدرم را دوست داشت. پدرم به حد عاشق کامله بود که مادرم نوکر خانه او ساخته بود. تمام کار و خدمتش مادرم انجام میداد. اما کامله زنی بود که مادرم را در او خانه تحمل کردن نتانست. به پدرم گفت که باید مادرم را طلاق بده. در غیر او هرگز به این خانه بر نخواد گشت. پدرم ما را می خواست که نزد خود نگه داره، اما کامله انگار ما را دشمن جانی خودش می دانست و از ما انکار کرد. مادرم ناچار شد ما را به خانه مامایم ببره. چند روز طلاق نگرفته بود. مامایم خواست با پدرم حرف بزنه. جرگه کردن، اما پدرم حاضر به قبول شدن ما نبود. مادرم از پدرم طلاق نگرفت. پدرم هم به خاطر این کار به ما نفقه نمی پرداخت و به مادرم گفت هر آن کاری که میکنی خودت انجام بده. تقریبا 1 ماه خانه مامای ماندیم. اونا به حد با مشکل اقتصادی روبرو بودن که بیشتر از این نمیتونستن از ما مواظبت کنن. مامایم به مادرم گفت که چاره خودت و اولادایت بکن. نمیدانم شما را نان بتم یا کارهای دیگه ما پیش ببرم. دیگه چاره نبود. ما از خانه مامایم برآمدیم. دوباره نزد پدرم رفتیم. به ما جا نداد. شام شده بود. در سرکا را می رفتیم. مادرم یک بار خواست خانه همو همسایه مهربان ما بره. از او کمک خواست که بر یک شب ما را در خانهش جا بده. ای زن مهربان بود. اما خیلی می ترسید که ما را در خانهش جا بده. بالاخره ای زن به مادرم گفته بود که چرا به دفتر امور زنای ولایت مراجعه نمی کنه. او زن گفته بود که ای داره به زنای بی بضاعت کمک میکنه. وقتی اونجا رفتیم اونا هیچ کمک به ما نکردن که بتانیم مصارف خانه ما را بکشیم. اما یک رای خیلی خوب را بر مادرم نشان داد که توسط او چند روز میتونستیم راحت زندگی کنیم. مادرم گفت که مسئله طلاق را قبول کو و از شوهرت طلب مهریه کو. این قسم شوهرت مجبور است این مقدار پول را بپردازه. مادرم بر اسم و عنانات منطقوی با پدرم ازدواج کرده بود. هیچ نکاح خط و اسناد نداشتند که مهریش را در او بیان کرده باشه. از این رو محکمه با در نظر داشت حرفهای هر دو طرف مقدار مهریه تعیین کرد. پدرم هم این مقدار را به مادرم فرستاد و بر همیشه با ما خدافیزی کرد. انگار با طلاق مادرم ما را طلاق داده باشه. با کمک بچه کاکای مادر کلانم با کم بیشتر از او پول ده قسمت از شهر خانه گرو کردیم و یک مقدار دیگه را مادرم یک کراچی خرید که ده او بولانی پخته میکرد و به مردم مفروخت. ای کارش را از 5 صبح آغاز میکرد تا 8 شب. خواهرم به مکتب میرفت. وقت رخصت میشد ما باید میرفتم. هر دوی ما وقت رخصت میشدیم پیش مادر میرفتیم. مادرم در کنار کارش از برادر کوچکم هم خوب مواظبت میکرد. خیلی سخت بود. او وضعیت برم اما تحمل میکردیم. مردم که ما را میدیدن به ما دل میسوختاندن و همیشه وقت به ما کمک میکردن. مادرم از دوره کودکی با کار در قالین بافی با درد کمر مواجه شده بود. اما وقتی در این بولانی فروشی کار را شروع کرد درداش بیشتر شد. تحمل کرد. خسته شد. بیمار شد. اما ما را به مکتب فرستاد. هیچ وقت نشد که از درسای ما دور شویم. ما درس خواندیم، کلان شدیم. هر 3 نفر ما قدر زحمات مادرم هم دانستیم.
به اندازه زحمت کشیدیم. به خصوص من شب و روز درس میخوندم. حتی وقتی با مادرم هم میبودیم درس های من میخوندم. صنف دهم مکتب که رسیدم اول نمره صنف ما آمادگی کانکور میخوند. از او کمک خواستم تا درسایی که او روزانه در کورس میخوند من در صنف از او یاد بگیرم. و وقت خانه میامدم تمرین میکردم. به این ترتیب تمام درس ها را به خوبی یاد گرفتم. فارغ صنف دوازدهم شدم. کانکور که امتحان دادیم اول نمره ما به طب متوسط و من به طب دندان کامیاب شدم. وارد پوهنتون دولتی شدم. 3 سال که از درسایم گذشت تانستم وظیفه‌ام بگیرم. دیگه مادرم نماندم کار کنه. او کار نکرد اما سخت بیمار بود. نمیتونستم که او را در این حالت ببینم. اولین معاش ماهانه‌ام که گرفتم او را نزد دکتر بردم. خواهرم هم وارد پوهنتون شد اما ارتباطات آمه خواند. درس های ما هم تمام شد و در یکی از شفاخانه های معتبر دندان وظیفه گرفتم. خواهرم با یک مؤسسه کار را آغاز کرد. حالا دیگه ما بودیم که تمام خواسته های مادرم را پوره کنیم. خواهرم هم هر قدر پول که پیدا میکرد سر مادرم مصرف میکرد. مادرم خوب شد. مشکل ستون فقراتش هم حل شد. برای خود ما یک خانه و کاشانه ساختیم. ما با دختری که دوست داشتم ازدواج کردم. خواهرم بار اول وقتی با یک پسر نامزد شد اما 3 ماه بعد تصمیم گرفتیم نامزدی را فسخ کنیم چون مادرم خواص و عادات پدرم را در وجود او پسر دیده بود. دفعه دوم خواهرم با کسی ازدواج کرد که عاشقش بود. پسری که میتونست همسر خوب برش باشه. حتی برادر کوچک مام نامزد ساختیم که سر و کله پدرم پیدا شد. در وضعیت اقتصادی بد قرار داشت. نه پول برش مانده بود نه او غرور بیمعنای مردانیش. سراپا مرد مایوس و پشیمان به نظر می رسید. ما بخصوص ما که تمام ظلم و بیرحمی های پدرم به چشمای خودم دیده بودم نمی تانستم او را ببخشم و در حقش خوبی کنم. خواهرم خواه اصلا نمی خواست چهرهش را ببینه. از او متنفر بودیم اما مادرم نمی دانم از چی گونه خاک ساخته شده. از ما خواست به پدرم کمک کنم. حالا که مجبور و بیچاره شده، نگذارم اولاداش گرسنه بمانن و زنش دسرک بمانه. برم گفت هرچی نباشه او پدرت است. باید کمکش کنی. اولاد همی قسم باید یک روز به درد والدین بخوره. با این حال قبول نداشتم. به حرف مادرم عمل کنم. اما وقتی به سر خود قسم داد، به پدرم کمک کردم و اما ازش خواستم دیگه به طرف خانه ما نیایه. نمیدانم چرا مادرم خیلی مهربان است. اما ما کاری که ده حق مادرم کدره فراموش کده نمیتونم. پایان داستان.